همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. آقای کاظمیان، بیشتر درباره این نامه سرگشاده شده ویدا ربانی از شما بشنویم. اشاره کنم که ویدا ربانی، روزنامه‌نگار شناخته شده کشور، همکنون البته در بیمارستان بستری هستش، چند ماهی است که از یک سردرد مزمن رنج میبره در زندان و بعد از اینکه در رابطه با وضعیت او ابراز نگرانی شد، قوه قضاییه یک توضیحی داد که خب ویدا به بیماری اعصاب و روان مبتلا هست و با توضیحاتی که پا گذاشته بود به حوزه حریم شخصی او اطلاع رسانی کرد. اینجا ویدا ربانی فراتر از اینکه پاسخ داده به قوه قضاییه و در رابطه با وضعیت خودش اطلاع رسانی کرده، یک گزارش تکان دهنده ای داده از پستوهای جمهوری اسلامی، به ویژه زندانهای اون بازداشتگاه ها. این که اشاره کرده که اساسا جدای از اینکه قوه قضاییه اجازه نداره که در رابطه با مسائلی که بین بیمار و پزشک هست ورود کنه و افشاگری اطلاع رسانی کنه و داره کار غیر اخلاقی انجام میده، جدای از این توضیح داده که چه روندی در واقع متوجه او شد و چه فشارهایی که وضع رو برای او به اینجا رسوند. از جمله این که گفته در 4 سال گذشته 4 بار بازداشت شده، تاکید کرده که هر بار در پیش از بازداشت منتظر صدای زنگ بوده برای بازداشت شدن. اشاره میکنه به اینکه سردردهای او بعد از آبان 98 شروع شد، بعد از ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بعد از سرکوب خونین معترضان و البته اعتراضهایی که ادامه پیدا کرد و البته بازداشت خودمون، و میگه که این روند روندی است که بی‌توجهی بهش نشون میده قوه قضاییه. همینطور جالب اشاره کرده در نامش به اینکه چطور 40 روز زندانی بوده در بند امنیتی 209 در سلول انفرادی و فقط 3 ساعت از اون بازجویی شده، و به نوعی این قرار دادن متهم یا به تعبیر قربانی در سلول انفرادی، بیخبر نگه داشتن اون رو، بلا تکلیف نگه داشتن خود رو، یک شکنجه توصیف کرده که به شکل عمدی از طرف نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی تعقیب میشه. در نامش اشاره کرده به وضعیت اسفباری که بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی، دختران زیر 30 سال، زنانی که در بند 8 زندان قرچک بودن متحمل می شدن، و میگه زیر فشار استرس ها و اعتراف گیری و به نوعی تواب سازی از اونها و با توجه به نحوه بازداشت اونها که همه، میگه اکثر اونها با ضرب و شتم، توهین و تحقیر بازداشت شده بودن، چطور در زندان مسئولان زندان به شکل مثل نقل و نبات، به تعبیر ویدا ربانی، قرص های مسکن و آرام بخش توضیح می کردن. و این همون وضعی است که بعد از آزادی برخی از بازداشت شدگان دچار شرایطی می شدن که برای خانواده اونها یا دوستان و بستگانشون تکان دهنده بود. از جمله اشاره کرده به یلدا آقا فضلی، از جان باختگان مشهور جنبش زن زندگی آزادی، که میگه در همون زندان قرچک بود و بعد از اینکه خبر جان باختن او 2 روز بعد از آزادی منتشر شد، همه شوکه و البته در بهت بودن. این روندی که گزارش میکنه رو تکمیل میکنه با اینکه میگه وقتی که در زندان من در اعتراض به نحوه برخورد بازجو و ادبیاتش بهش اعتراض کردم، با مشت به صورت من زد، یا یکی از زنان نگهبان آرزو میکرد که چارپایه را از زیر دختران بازداشت شده بکشه و اونها رو اعدام کنه، یا اشاره میکرد به اینکه چطور در زمانی که اعتصاب قضا بوده پزشک زندان میگفته تو دروغ میگی، در حالی که میگه در 1 هفته 9 کیلو وزن کم کردم. و این مصادیق رو میگه اینها مصادیقی هستن از اینکه بازوهای نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بازوها و مجریان دستگاه قضایی، اینها کسانی هستند که بیمار روانی هستند و مشکل و اختلال روانی دارن، و اگر قرار رسیدگی بشه باید به وضع اینها رسیدگی بشه، چون خطرناک هستن برای شهروندان. و اجمالا بگم یک گزارش تکان دهنده است گزارش ویدا ربانی، که تاکید میکنه بر مبنای این وضعیتی که شاهد هست، جان زندانیان برای دستگاه قضایی، برای حکومت بی ارزش هستش و داره به اشکال مختلف اونها رو زیر فشار قرار میده.
آقای کاظمیان، به جان زندانیان اشاره کردین. گزارش به نظرم از زاویه دیگه حائز اهمیته و اون اینه که وقتی که قوه قضاییه با یک روزنامه نگار شناخته شده چنین برخوردی داره، باید درباره نحوه برخورد نهادهای امنیتی با شهروندان گمنام بیشتر نگران بود، درسته؟ قطعا این نکته مهمی است. یعنی همونطوری که در نامه ویدار ربانی هست، خب به یک روزنامه نگار شناخته شده داره از وضعیت خودش و البته زندان ها گزارش میکنه و به ویژه اشاره میکنه به دختران جوانی که هدف سرکوب و خشونت قرار گرفتن. این اونجایی است که باید خاطر همه کنشگران مدنی و حتی شهروندان عادی رو به نوعی دوباره قلقلک بده و تذکر بده به اونها که شرایط اسفناک زندان ها و به ویژه بازداشتگاه در جمهوری اسلامی ادامه داره. من اشاره کنم به عنوان نمونه، خب در رابطه با نیلوفر حامدی یا الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار شناخته شده که در پیوند با پرونده قتل مهسا امینی از شهریور گذشته از مهر ماه بازداشت شدن، اینها الان یک هفته بعد قرار دادگاهشون برگزار بشه، در حالی که هنوز با وکلای خودشون دیدار نکردن. یعنی دستگاه قضایی یک چنین دادگاه‌هایی داره تشکیل میده، دادگاه‌های نمایشی، فرمایشی، و البته این چنین داره شهروندان به ویژه حتی کسانی رو که شناخته شدن زیر فشار قرار میده و طبیعی است وقتی کسانی مثل ویدا ربانی یا روزنامه‌نگاران شناخته شده اینطور زیر فشار و خشونت و شکنجه هستن، طبیعتاً باید در رابطه با وضع شهروندان گمنام ابراز نگرانی کرد و این چیزی نیستش که فقط با یک بیانیه یا یک اظهار نظر آنلاین قابل ترمیم باشه. احتیاج به یک فشار اجتماعی داره که طبیعتاً نیاز به صبوری و مداومت هم داره. مرتضی کاظمیان همکارم از لندن، متشکرم از گزارشتون.